بله بله چه سالی به 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 آقا با. الهی من فداتون بشم که تو این ترافیک کاری دعوت منو قبول کردین اومدین به این برنامه. واقعا عاشقتونم. بفرمایید تبریک اگر میخواین. بولیا جون بفرمایید. شما همینجوری بزرگترین فاجزه. عرض ادب احترام خدمت بینندگان محترم، حضار در این استودیو، خسته نباشید به شما و همکارانتون پشت دوربین. امیدوارم که این چند ساعتی که باقی مونده هم به خوبی سپری بشه و تحویل بگیریم سال 98 رو و سالی پر از سلامتی و عشق رو شروع کنیم. ایشالله. آقا پوریا بفرمایید. قربونت برم. منم سلام عرض میکنم خدمت همتون، دوستای گلم، خدمت همه ایرانی ها، هر کسی که صدای ما رو میشنوه در هر جای دنیا. امیدوارم که هر اتفاق بعدی تو سال 97 افتاد همه رو بذاریم کنار. واقعا از صمیم قلبم دعا میکنم که سال 98 سال خیلی خیلی عالی باشه برای تک تکمون. یه سلام ویژه هم میخوام بکنم به اون کسایی که این دمدمای سال تحویل، حالا به واسطه شغلشون یا به واسطه شرایطی که دارن احیانا تو بیمارستان یا هر چیزی، از صمیم قلبم براشون دعا میکنم که سریعتر برگردن پیش خانواده‌شون و لحظات خوبی داشته باشن. ان‌شاءالله سال 1398 برای مردم این سرزمین پر از صلح باشه، پر از برکت باشه، پر از شادی باشه و پر از سلامتی. ان‌شاءالله سال 1398 مردم ایران از ته دل شاد باشن و سلامت. ان‌شاءالله. بریم سریع قرعه کشی کنیم و شروع کنیم. بفرمایید. بفرمایید. رسیدیم به بخش قرعه کشی برای شروع مسابقه. بیننده‌های عزیز، ما از 25 اسفند تا پایان تعطیلات نوروز فراموش نکنید هر شب برنامه داریم، هر شب قرعه کشی 10 میلیون تومانیمون برقراره، پس فراموش نکنید که قرعه کشی داریم هر شب. خیلی خوب، ما یه مسابقه دارت داریم ثابت. کامبیز پوریا، این که ثابته. 4 تا مسابقه دیگر شما با انتخاب خودتون برگزار می‌کنید. بفرم. این همیشه هست نه؟ خیلی هم سخته فکر کنم. ولی تو حالا من خیلی برنامه رو ندیدم ببخشید، ولی به نظرم خیلی ویژه بود، خیلی هیجان انگیز و باحال جذاب. دار من دوست داشتم خیلی. خدا رو شکر. خب خدا رو شکر. منم همیشه می‌دیدم از خونه می‌گفتم این چجوری می‌چسبه به اونا. آره ببینیم کش کنیم چجوری می‌چسبه به اونا. آره چجوری الان چیکار کنیم؟ هر کدوم یکی شما، یکی شما، یکی شما، یکی شما و تمام. می‌ریم شروع می‌کنیم. خب من شروع کنم؟ بفرمایید. و من میخوام یه دونه از اینجا بردارم. آشیه جلو شما بردش خواهش کنم. سبقت آزاد با حال. خوبه؟ خیلی خیلی به قیافش میخواره پوریا اونو. ببین فوت آب باشه یه دفعه میبینی شد. دقیقه آخر همه چی برعکس شد، بازنده برنده شد، برنده بازنده. جدی میگید؟ اصلا یه چیز عجیب غریبیه، مثلا نمیدونم اون چی هست. خب بفهمید آقا فوریا، بفهمید. ببخشید من از اینجا برمیدارم. لب دلی بکنیم. بفهمید خواهش کنم. بزن نه بزن ایکس اوه اون میشه. آها اون پشتش داره اذیت. خیلی ممنون. یا قوطی چین. حالا این فوتبالیه خیلی آسونه. خوبه با توپ دیگه. بله ولی همچی آسون نیست به خدا. توپ فوتبال. بعد یعنی توپ واقعی فوتبال. بعد یعنی مثلا من اگر مثلا قرمزم من باید قرمز بزنم. بله بله. آها. هر قوطی 10 امتیاز داره. ببین هر مسابقه ما سر اگه من فول کنم مثلا بزنم به قوطیایی که برای کامبیز چیده شده نوش جونشه دیگه. آها بله. پس عالی. البته تو توضیحات اینا رو به نظرم هر کدومو هر کدومو موقع مسابقه میدم. خب من پس دیگه دفعه از جلوی خودم برمی‌دارم با اجازهتون. فوتبال لاستی. توریا فوتبال لاست.
اتوبان همت یا فوتبال دستی بزرگترین فوتبال دستی ایرانه. آره واقعا هزار آقا خیلی بود. بعد تک به تک بعد بازی کنیم. تک به تک آره. یه لشکر دو بار بریم بیام که رسید تمومه. آره. آخه فوتبال دستی کوچیکا هم میشه جر زده اینجوری. قربونی. این اصلا نمیشه. خیلی خوب. خب پس سخت شد. دو تا آیتم سخت. این دو تا سخت. اون یه دونه. یکی دیگه مونده. ببخشید من از اینجا برمی‌دارم. آقا. عجب فن می‌زنه. عجب. گل یا پوچ. خوبه این هم سخت، این فکر کنم سخت‌ترینه. این که داره اینجوری که داره میخنده آقا سخت‌ترین نیست، سخت‌ترینش یه دونه هستش که روی تاب باید با پا توپو بندازین تو حلقه بسکت. اوه اون که در نیومد. نه در نیومد. خیلی اون سخته. اون شنیدم این دریا زده ها میشن. بله بله. بریم با قدرت شروع کنیم. بفرمایید. عیدتون مبارک. خیلی ممنونم. منم عید و پیشا پیش تبریک میگم. چیزی نمونده در واقع به عید. انشالله که 98 سالی پر از سلامتی و سرشار از خوشی باشه واسه ایرانی ها. عید شما مبارک. عید هم به همه کسایی که صدا و تصویر ما دیدن تبریک میگم. انشالله سال عالی داشته باشین. آقای پورسا، آقای کامبیز دیرباز، برای این مسابقه برای اینکه شما رو ببرن بله. یه فسنجون شمالی درست کردن و آقای پورسخ 3 ماه داره تمرین میکنن که این مسابقه رو ببرن از شما. حتما بدون تمرین هم میبره. اختیار دارید. نه جدی دارم میگم. آره من خیلی آدم بدشانسی هم به خاطر که از بین رفقا یه ورزشکار رو آوردین که من گذاشتین شروع نشده سهیش من باختم. نگاه کنین دیگه خودتون. جدیدن 20 هفت کیلو کم کردی بابا. کم کم دیگه بدتر دیگه. عالیه. نه ماشاءالله. بالاخره سرباز نه ورزشکاره نامبرمان خودش ماشاءالله. خب یکی از انگیزهای منم بود واقعا برای اینکه این برنامه رو تا زنگ زدین گفتیم با کامیزه من خیلی خوشحال شدم. زنده باشی. برند حرفه ماست. منم خیلی افتخار می‌کنم. چرا جون حریف ضعیفیه؟ شوت خوب می‌زنه. زنده باشی. بله در معرفتش که شک ندیم در مسابقه ببینیم چیکار مسابقه که با مزه و باحال جذابه. ولی آره فکر می‌کنم البته مسابقه هم حالا واقعا من ندیدم. تیکه هاشو که من دیدم فکر میکنم که خیلی هم شانسیه. من قسمت علیپور و سیامک رو دیدم، سیامک نعمتی رو کامل و تیکه هایی از کامراینا هم دیدم. من فکر میکنم که اگر قبل از هر آیتم اجازه تمرین داشته باشه من رو قانون داریم اون خیلی تاثیر گذاره. چون توی مثلا برنامه رام بود من تو جلو دوربین اولین بار بود که پام میخورد به توپ. مثلا 5 تا پنالتی قرار بزنیم من تازه پنالتی سوم تازه قلقش دستم اومد. یعنی تا اونجا اگر یه قلقگیری بتون داشته باشیم قلقگیری میتونیم بکنیم. البته کامیز فوتبالیست خیلی خوبیه ها. نه چرا دیگه کامیز حسین یاری فوتبالیست تو بچه بازیگرا کامبیز و حسین یاری بهترین فوتبال دارن همه هم میدونن کجا بازی میکنی؟ نه ما خیلی من بازی کجا بازی میکنم؟ من چپ هم گوشه چپ هم میشه فور باز بازی مثلا نمیدونم گوشه چپ من گوشه چپ فکر میکنم اینه در این حد من فوتبال بازی نمیکنم. اصلا فوتبال بازی نمیکنی؟ رالی تیری ولی من خیلی فوتبال خوب نگاه میکنم خیلی هم فوتبال دوست دارم. آره ولی من واقعا فوتبال بازی کردن خیلی فرق میکنه. یه پیرنم که لوئیس فیگو یه پیرنم روبرتو کارلوس بت داره. آره پیرن که گرفتیم. آره ما آره بالاخره خیلی اونم کسی که خیلی دوستش داری. حالا یه آیتم فکر کنم کدومتون تو این مسابقه کدومتون بهترین یعنی کامبیز بهتره. من پیرنه چیزو دارم الان گفتی یادم افتاد وحید شمسایی اون موقع که اگه اشتباه نکنم لاتزیو بازی میکرد توی فوتسالش یه دونه پیرن توتی رو ازش گرفته بود به من داده بود. آره مال تیم روم که توتی بازی میکرد. عالی. حالا ببخشید اشتباه گفتم باتیستوتا توی فیورنتینا آره. آره. که اونجا بازی میکرد آورد برای من اونم دارمش. خیلی خیلی حال میده نه یه پیرنی که تو احساس میکنی آره اون نسلی که خیلی دوستش داشتیم. آره. آره. منم پیرن جواد کاظمیانو دارم چیز جواد نکونامو برای بازی اوساسونا و رئال مادرید. آقا داریم مصاحبه میکنیم دوست عزیز نرسیده شلوغش کردی آقای رستمی خوش تیپ کرد. ما میدونستیم خود شلوار میپوشیدیم نه من فکر کنم ورزشیه داستان. بفرمایید رسیدیم به مرحله اول بریم مسابقه رو شروع کنیم.
کامیز جون زحمت شروع رو باید شما بکشید. آقا من چه گناهی کردم زودتر از گناهش اومدم؟ آره. شما همه جوره بزرگی و من جدی دارم میگم کامیز هم از قبلش که من بیام تو سینما بازیگره خیلی مورد علاقه هممون بوده. دوست دارم اینو بگم به خاطر اینکه همونجوری که بچه‌ها حالا محبت میکنن مثلا استقلال پرسپولیس میکنن، استقلال پرسپولیس برند فوتبالن، توی سینما هم برند داریم. تو نسل من کامبیز یکی از برنداشه. بله. خیلی خیلی هم دوست دارم که باهاش هم کارم و عرض به حضورت که از انگیزان بود اینجا خود نازنینه. دیشبم که با کامبیز داشتیم میچیدیم بیایم اینجا، دقیقاً گفتیم که آقا بریم کیف کنیم پیش هم، به قول تو معاشرت رو بکنیم، حالشو ببریم و براش آرزو موفقیت. ممنونم. دمش گرم کامبیز زیبا. مرسی. قربونت برم. آقا کامبیز که یه کاری کرد همه رو بزنم تو در دیوار. الان منم مرامی تمام فیلماش خاطره دارن. با همه فیلماش حال کردن. یه ایران کیف کرده. ولی از سیمرغ آخری سیمرغی که گرفت یکم فاصله افتاده. سیمرغ بعدی رو کی میگیری؟ 13 14 سال فاصله است. ببین روز به روز داره سخت‌تر میشه. داره خوشبختانه و جذاب‌تر دیگه. امیدوارم که به من باشه میگم همین امسال. پوریا تو سر روز سوم کاندید شدی؟ بله، درسته؟ بله بله. ایشالله تو سال 98 فیلم درست درمون بازی کنی. ایشالله برای همه بود. مرسی. آره واقعا روز سوم و من چون آبادانی رو یه بار بازی کردم میدونم چقدر کار سختی کسی که آدم آبادانی نباشه و اونم آبادانی ها که اینقدر حساسن رو خیلی حساسن دقیقاً و یه جورایی براشون اصلا دیگه قضیه بله 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 چی بهش میگن خیلی براشون حیثیتیه. آره دم آبادانی ها گرم. آره. بشماریم برای کامبیز دیرباز. من بزنم آه. یک دو سه بفرم. فقط امتیازاری که میدونید. بله تقریبا. یه لحظه دایره وسط 20، دایره دوم ضریب 2، دایره بزرگ ضریب 1 عدد. بیرون چی؟ بیرون رو بگو. بیرون فقط توپ اگر وسط بخوره برمی‌داریم. آها. ما اومدیم بقیه رو نه. ما اومدیم بیرون بزنیم. بفرمایید. من خودم میام عقب‌تر که ریا نشه. آقای دیرباز تو تمرینا ترکون. ترکون. 20. رابرا تو 20 است. آقا اون موقع این حرفا رو راجع به من نذاره بود. الان حرفا رو ما چشمون شور نیست آقا. آقا باید بزنید آقا. اون مال فوتبال دستیه. بفرمایید تشویق. ماشاءالله چنده؟ 4 یا 8؟ 8. امتیاز رو به من بگی؟ 4-2. 4 یا 8؟ 4-2 دیگه. 4-2. 4-2 رو معدل میگیرن؟ آره دیگه. 4-2. همین اولیش ویدیو چکه. اولیش بپا 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 همین. آره اولیشو ویدیو چک باید بکنه. آقا 4 زبر. آقا 4 دیگه برادر من. 8 بفرمایید. فاصله میفته بینش. پوریا ما فکر کنیم همه رو پشت سر هم میذاریم. پشت سر هم بزن پس. آقا بعد امتیاز رو آخر بشمون. بله بله بله. 10 یه بغل نمیخوای بدی؟ باشه بزن. 20 بفرمایی. یه 4 دیگه. یه 2 درسته؟ آخریه که تو 2. بله جدول به من میدی یه لحظه؟ بله افتخارشون. آقا پورسوخ بفرمایید. الان تمرین نداریم دیگه ها، وقت افتاد دیگه تمرین نداریم. کامیز زیرش میگیری یعنی بالا رو میزنی که بالا پایین آلبوم نخری موشن نخری. یه دونه دو تا پرت بزنی سه تا آخرام درست بزنی حل چو میگم یکی دو تا اولام پرت بزنی سه تا آخرام درست بزنی. ماشاءالله فقط وای نستو بزن پشت سر هم بزن وای نستو بزن که قرارش خراب نشه. چه الان سه تا آخری رو بزنی نمیخوای ببخش من جلو شما برم. آره فاصله ننداز. آها آها 4 تا فاصله ننداز. فاصله ننداز امیر حسین بزن بزنه که قرارش دستش بیاد. آره ماشاءالله. آها 1
خدا خردشو کمتر کن که برش. آها آها 6 تا. ماشاءالله 6 تا. ای بابا دیدی گفتم اوه تمرین میزنی. خب 17 عدد من در اومد. 17 46 کامبیز این مرحله رو برد. یه ستاره های دیرباز گرفت. به افتخارشون دست بزنیم. ماشاءالله. بیننده های عزیزی که دارید برنامه ما رو نگاه میکنید، پیشا پیش سال نو مبارک. چند ساعت دیگه سال 1398 امیدوارم بی‌نظیرترین سال باشه براتون. ما در طول ایام نوروز همونطور که از 25 اسفند برنامه ویژه برنامه‌مون شروع شد تا پایان تعطیلات عید هر شب قرعه کشی داریم. هر شب یک برنده خوش‌شانس 10 میلیونی مشخص میشه. شما اگر میخواین در قرعه کشی‌های ما هر شب شرکت کنید، کافیه گوشی‌هاتون رو بردارید، ستاره 3 ستاره 100 مربع رو شماره گیری کنید. با مسابقه ویدیویی اپ سر حال شو میتونید 10 میلیون برنده شید، حالشو ببرید. بفرمایید. سال تحویل چیکار میکنین؟ دعا میکنین کلن؟ سال تحویل آره کلن که آره دیگه، مثل همه ایرانی ها دعا میکنین و به حال سعی میکنم که نزدیکترین لحظه به بچه‌ام باشم، تو بغلم باشه، براش آرزو سلامتی کنم، برای اول خانواده خودم و بعد خانواده 80 میلیونی ایرانی که ما افتخار داریم که ما رو چند تایشون دوست دارن. سال تحویل؟ سال تحویل که خب مثل همه ایرانی ها کناره سفره خانواده. همکارمون مدیر صحنه داشت منو دعوا میکرد، میگفت چرا رفقاتو میبینی اینقدر شیطون میشی. یاد سریال دختران هوا افتاده بودیم که در کنار پوریا جان بودم، چقدر کیف کردیم با کامبیزم. همین چند ماه پیش یه مجموعه ای در کنارش بودیم، اونم کیف کردیم، خاطره بود. آقا فست هم داشتیم. بله تئاتر کمی بالاتر آروند دشتارای یادش بخیر، سال 89 فکر کنم بالای آره دیگه. اون سالونه رو به خاطر تئاتر ما ساختن، آره. یادته؟ آره. بعدش هم چنچم کردن. سالون حافظ چنچم کردن هست. همین بلایی که شما تو تمرین زره زوری ما سر اون در آقا بذاریم بگم، تو تمرین پوریا داشت میزد یه دونه سال نو مبارک رو انداخت، یه دو سه تا اینا انداخت، خلاصه اسپانسر رو اینا اومده بودن آقا چکو بدیم شما برو، شما برنده ای، برو تمام دوربینامون الان نابود می‌کنیم. آقا عید دیگه، فصل گل، فصل گلدونه. آقا من همیشه یه اعتقادی دارم، میگم میخواین هدیه ببری گل یه روزه دو روزه عمرش کوتاهه، چرا گلدون نبرن؟ گفتی گلدون نه، ورزش بدنسازی افتاده. چرا تو ورزش بدنسازی؟ یه پاپیون خوشگل لور گلدون بزنید. البته گلدون ببرید. البته چون من میدونم که خیلی ها گلخونه‌ای دارن که گل شاخه کار میکنن، اونم لطف خودشو داره. بله این ماندگاریشه، این زیباییشو، عطرشو، آپشناشون به نظر من با هم یکی نیست. مثل یه کسی که مثلا دو تا سلیقه مختلفه، جفتش جوابگوه. ولی من خودم گلدون چون موندگاریش بیشتره بیشتر دوست دارم، چون انرژی خوبی به آدم میده. یه موقعی بود نه موبایل بود نه چیزی، آدم خیلی راحت میرفت یه یادداشت میذاشت، زنگ نزده میگفت اومدین تشریف نذاشتین. آرزوی موفقیت هم واسه اونایی که دارن بدنسازی کار میکنن بکنه، الان شهر درست نشه. نه جدی کار سختیه واقعا. بله به خدا، بله همین رژیمی که شما حل می‌کردم به این ور نمی‌رسیدم. این اسپایدرمن انگار دارم بغل می‌کنم. این مسابقه 5 تا توپ شما، 5 تا توپ شما. هر ضربه‌ای که می‌زنین اگر قوطیای زرد بیفته امتیاز نداره، قوطیای آبی و قرمز 10 امتیاز داره. حالا یه موقع یه اتفاقی می‌افته، مثلا کامبیز یه ضربه می‌زنه همه می‌ریزه، دیگه شما 5 تا نداری، عین پنالتیه، شما هم یه دونه داری. اگه با اون یه دونه همش ریخت که ریخت، اگر نریخت به شرطی که اول من شروع کرده باشم. بله بله بله، یعنی ایشون آره. منتظر شما عین پنالتی. بله میدونم آقای کامبیز دیرباز مسابقه اول و دارت رو شروع کرد،
مسابقه دوم پوریای پورسرخ زحمت میکشه شروع کنه. یه توضیح هم بدیم، این آیتم رو نذاشتن که ما قلق بگیریم. آره این تنها این آیتمیه که واقعا پخش که بشه. این اولین ضربه‌ای که پوریا داره. اون که من قلق گرفتم دیدیم چه اون نمایی کردم. الان دیگه معلومه. برو بریم. برادرها پروژکتور زاپاس برای شهر. بله. از کجا باید بچینم؟ شما از این روی این مسیر میتونید تا من اگه احیانا چپر چلاق رفت خورد اون به نفع نادیگه به نفع کامبیز دیگه. من ممنون میشم. ما هر شب تا پایان تعطیلات نوروز قرعه کشیمون رو داریم. هر شب یه برنده خوششانس 10 میلیون تومانی مشخص میشه. امشب هم قرعه کشی داریم، فردا شب هم قرعه کشی داریم، پس فردا شب هم قرعه کشی داریم، همش قرعه کشی داریم. بچه‌ها اینو معمولا چه جوری زدن بینن بچه‌ای که سر پا بزن 5 تا ضربه چوری با بغل بزن برم؟ بله برو کرین رو فقط بپا آروم بزن کرین رو بپا کرین رو نزن یا خوش بچه های فیلم نداری؟ فرار کردن بچه ها پشت رو خالی کنیم برای خودتون میگم کرین ما اینطوری خالی جا خالی داد اون دوربین مدیرمون اینطوری شد وای چه صحنه ای آقا این دوربین عدیه دارم که ما زدیم کاش که هیچی نه نه بزن نه 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 این میخورد دوباره نه 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 دارم میگم دوباره آره میگم دوباره بله آقا شب عید داریم حال میکنیم چهل امتیاز آرون آی آقا اینم دوباره بود اینا رو لطف میکنید بیاین جمع کنید بچه ها تمرکز رو میریزه به هم خدایی من دیگه نگم لطفا خیلی خوب کامیز جان دومین ضربته سخت‌ترش دارم می‌کنم این علانه اومد نظر بچه پوریا 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 برو ماشالله ماشالله آه اینا آرپیجیه بخوره میگیره آقا همکارا برن همه اون بر این چندومین ضربه منه سومی سومی شما این چند سوم من میتونم برای پوریا رو بزنم یا نمیتونم بذار آخری رو بزنم اگر کاش مجید و ایبر خیلی سخت شد بچه آخریش رو من اگه پوریا نزده بود کنترلش حاجی تو اگه نزده بود آخری رو من نزده بزنم اگه نزده بود ببینی آروم بزن کنترلش بهتره حالا سه تا صفر رکورد از اون بر نداری نه اتفاقا از فوتبالیستامون داری بله ماشاءالله این چندمیه چهارمی چهارمی شماست یه دونه عقبی دیگه ما دستمون نمیاد آخر این ور بذاریم اون ور بذاریم خب چرا نمیای این ور تر آقا کارت چپ میگیرم تو چپ دست هم هست مثل منی دو نقدش من آخریمه شما آخریه بوری نزدی من آخری بزنم سمت تو بزن 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 اگه نزدی اینه با پیاد راحت بزن
غیرت به اینه بسته دیگه. سرپا نزنم، نوکه پا نزنم. خیلی دو بر، خیلی دو بر. من به نظرم هم آروم برو جلو، انگار که میخوای بزنی به دار. آروم سف نداشتیم. سف یه لحظه، ما سف تا حالا نداشتیم. پوریا تا حالا سف نداشتیم؟ نداشتیم. آره میگه تا حالا سف نداشتیم. نداشتم سف بشی داداش. یه ده الان برای پوریا باید بشه و کامبی صفر، درسته؟ آقا سوزوکیه دیگه، به افتخارش. معرفت به خرج میده. بفرمایید. یه دونه بده من، بذار یه دونه من بزنم. امشب نه، چیکار میکنین؟ کجا میرین؟ فکر میکنم که هفته اول رو بتونم برم سفر. میرم شهر خودمون دیگه، میرم یه سری میزنم به پدرم اینا و اقوام و بچه ها. نمیدونم شهر خودتو، شاید بیرنده ها ندونم. شهر خودمون اسمش شهسواره. بله. عروس شماله، خیلی هم شهر باحالیه. اگر که کسی هست که داره تصویر من میبینه و نیومده هنوز شهسوار، حتما بیاین همین امسال بیاین. دمتون گرم. خیلی خوب، عیدتون مبارک. امیدوارم که تا الان همونقدر که ما حال کردیم ما لذت بردیم، شما هم لذت برده باشیم. مرحله سوم از مسابقه امشب. آیه پورسوقای دیباز بفهم اینجا شما هم دیگر نمیبینید تو لفتادی جفتون آوردین اینجا. آقا یه جمع امتیازات لطف میکنیم ما بدین ببینیم اوضاع. خب آقای کامیز دیرباز 106 امتیاز و دو ستاره. آقا پوریا پورسر 27 امتیاز و هنوز ستاره نگرفته. بریم مرحله سوم رو شروع کنیم. بفرمایید این مهره ها رو باید سر بدن. به خط 3 رسید 3 لحاظ میشه، به 10 رسید 10 لحاظ میشه، به 20 رسید 20 لحاظ میشه. بره بیرون یا یه تیکش بره بیرون از نظر ما مردوده. اگر آقای دیرباز یه مهره ای رو بزنه که مالای پورسرخه، مالای پورسرخ بره بیرون، قبول مالای دیرباز. در نهایت اون تعداد مهره ای که میمونه رو شمارش میکنیم. حالا اتفاق بیفته در واقع در نهایت همون که میمونه عکس آخره. بله بله. خب بعد پشت سر هم نمیتونی بزنی؟ پشت سر هم ندید. حتی با توافق هم نه، جذابیتی دیگه نداره. جذابیت نداره. آره بابا اینجا که شلوغ میشه، ترافیکه. شرایط مساوی میشه. آها راست میگی. این ترافیکش قشنگه. آره آخرش همه ریاضی رو هم میریزه. بله. خب یه لحظه، ما مسابقه قبلی رو آیه پورسرخ شروع کرد. بله. این مسابقه رو آیه دیرباز شما زحمتشو بکشین. کامبیزشون بفرمایید. بتا ما هر شب قرعه کشی 10 میلیونی داریم. باری کلا 10 رو گرفت. باری کلا، باری کلا 10 رو گرفت. یه ستا دیگه کامبیز. بوریا
این حکمش چیه؟ این حکمش چیه؟ بله مال من همون سست دیگه. بله بله تو زمین مونده. ای بابا نون نخوردم من. نگت هیچ بازم جلوتری تو دهی من شیش هم دیگه الان این یکیشو برسار تو بازم نهده جلوه یکیشو برسار بازم یکی جلوه می‌خواستم لای اینا بزنم. همه‌رم که بست برا من. تو یه سهم بزنی بردی. آن تو هنوز داری یکی دیگه. می‌بینی سختیش اینجاست. حالا دیگه آخرش داری. آره همه اونجا بند اومد. سختیش اینجاست. فقط عروسه باید بزنم. هر کاری کنه امتیاز تو رو می‌بره بالاتر. آه. بله میبینی چقدر این مال پوریاست آره این مثلا بازی مال تو بود 13 تا پوریا گرفت 9 تا کامبی یکی مال آقای جو ما هر شب تا پایان تعطیلات قرعه کشی داریم فقط کافیه گوشیاتون رو بردارین ستاره سه ستاره صد مربع رو شماره گیری کنید با اپ سر حال شو هر شب تا پایان تعطیلات نوروزی در قرعه کشی ما میتونید شرکت کنید و ایشالله که 10 میلیون جایزه ببرید ایدی برنامه شوتبال به شما باشه ایشالله حالش رو ببرید بفرمایید آقا رفقای فوتبالی تو واقعا یکی از رفقای فوتبالی من امیرحسین رستمیه من نمیدونم واقعا این چی کار به فوتبال داره دو نفر فوتبالیست هم نمیشناسه یه بغل پا نمیتونه این چه انتخابی بود آخه آره آره من فوتبال ترین آدمی که میشناسم امیرحسین رستمیه بی طرف دیگه این مسابقه بی طرف بود باشه ولی تا دلت بخواد چی بود دیگه آره آره چقدر نزدیک بفرمایید رسیدیم مرحله چهارم از مسابقه امشب بازم عیدتون مبارک یه جمع امتیازها رو ببینیم حالا هی برین جمع امتیاز ببینین آقا کامیز دیربا 115 دو ستاره آقا پوریا پورسو 40 امتیاز یک ستاره خب فوتبال دستی ما 300 ثانیه 5 دقیقه است تو 5 دقیقه شما باید 5 تا گل بزنید هر گل 20 امتیاز هر لحظه‌ای که پنجمین گل رو زدین همون لحظه بازی متوقف میشه زمانهای باقی مونده به عنوان رکورد براتون ذخیره ثبت میشه و اگر که مساوی در اومد 100 ثانیه رفت که هیچی که هیچی دیگه آره مساوی میگه یعنی فقط برنده داره یه سطحی که نه مساوی هم داره نه دیگه نه اگر مساوی شیم که اگر برنده شه مثلا 4-3 خب میشه 80-60 هر گل هر گل 20 امتیازه اینجوری نیست که مثلا سطحی نه 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 هر گل 20 امتیازه یعنی با یه آوراژ ببازی بله 3-3 مساوی کنیم 60-60 میشه 60-60 و ستاره هیچ هیچ چون مساوی شده آماده این تقریبا وایسا وایسا آره این دروازه تیمتون رو بچینید ایرانوند رو بچینم یه مقدار وایسا بابا وایسا خب مجید عاشقانی اومده بود میگفت آدم یاد این کبابی ها میفته از کجا شروع میشه؟ از وسط هر جایی گل خوردین دوباره میارید از وسط شروع میکنید برو بریم
بعد یه ضعفی هم که داره آقا محکم همینجوری تو بزن محکم اگر بزنید میره تو گل برمیگرده دم دروازه خیلی محکم نه مولا دیگه نه قبول نیست بعد بره پایین یک دو بفرمایید کجا میری پوریا؟ نکن پوریا نکن بسر 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 کامی بیا همون بسر بنداز بندازم آره 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 اوه اوه اه اه بیا اصاب اصاب نداره اصاب نداره پوریا ای پوریا دیدی رفت اومد بیرون محکم زدی حواسم نبود محکم زدی رفت بدم میخوری رفت اونجا یه زنم محکم توپو بیار من با بیارم آره بابا برو بستر برو بستر سلاف 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 مگه نباید سیز باشه آه نمیرم بزن بزن پوریا نکن به عقب پاس میدی؟ چه خورایی میکنی؟ نه بابا شما چی کن؟ چک میکاره برای خالت آقایی چهلو پنج ثانیه اشتایدان
ثانیه. 8 8 ثانیه ذخیره نگهداشت‌های دیرباز و 5 تا گل زد. آقای پوریا پورسخ بازم هیچ. دو سه بار نه هیچی رو بگو، دو سه بار دیدم با دست زدی. چه زد. خیلی خوب. خیلی نه آقا چطور بود؟ خیلی عالی. حالا من فکر می‌کردم به تو واقعا حوصله صبرتم این بازی این باشه ولی خیلی نبود. معلومه منم 5 جور نه شاسو جور یا شاسو. ولی داشت یه دونم زدیم در اومد البته. بله همون اولش گفتم گوش ندادی که محکم بزنی. اختیار ما خالص. ولی صد امتیازتون رو گرفتین شما، یه ستاره هم گرفتین. دمتونم گرد. ما میریم اوه چجوری اون علی پور بریم برای قرعه کشی. 10 میلیون من حالا بوده که مثلا سال تحویل وسط سرکار بودی؟ سرکار خود لحظه سال تحویل رو نه، چون که البته نه. چرا من در واقع فکر کنم 3 یا 4 سال من سال تحویل تلویزیون بودم، اونم یه جوری سرکار محسوب میشه دیگه. بله. ولی خب پروژه های سینمایی و تلویزیونی دیگه روز سال تحویل تعطیل هست. مثل همه ایرانی ها سعی میکنم کنار خانواده ام باشم. پارسال متاسفانه این فرصت رو نداشتم چون به خاطر یه کاری توی قشم بودم و اولین سال تحویلی بود که درست منم مثل کامبیز عزیز خب خیلی از سال تحویل ها رو در واقع سر سفره تلویزیون بودم، سفره افسین تلویزیون بودم. اون لحظه به نظرم دل آدم نمیگیره به خاطر اینکه اسم میکنی با خانوادتی، حالا با خانواده بزرگترتی. ولی من پارسال اولین سالی بودش که حالا دور از خانواده بودم و در واقع سر کار بودم. بازم عیدتون مبارک. رسیدیم به بخش جذاب، یعنی بخش قرعه کشی و مشخص کردن این که برنده خوششانس 10 میلیون تومانی امشب ما کیه. شما دوست عزیزی که دارید تو منزل برنامه شوتبال و از شبکه نسیم تماشا میکنید، ما در ایام نوروز هر شب برنامه داریم، هر شب قرعه کشی داریم، هر شب 10 میلیون تومان جایزه میدیم. جناب آقای نورآذر نماینده بازرگانی سازمان، بازه اعدادمون برای قرعه کشی امشب چقدره؟ 139,054 نفر. خیلی خوب، با اجازه شما من میرم قرعه کشی رو شروع کنم. دوستان عزیز اگر میخواین در قرعه کشی 10 میلیون تومانی ما شرکت کنید خیلی ساده است. گوشی رو برمیدارید، ستاره 3 ستاره 100 مربع رو شماره گیری میکنید، با مسابقه ویدیویی اپ سر حال شو شانس اینو پیدا میکنید که هر شب در قرعه کشی ما شرکت داده بشین و امیدوارم که برنده خوش شانس 10 میلیون تومانی ما شما باشید. به زیرنویسایی هم که در زیر تصویر داره رد میشه دقت کنید، خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه راحت تر 10 میلیون تومان ایدی رو از ما بگیرید. اینو لطفاً شما بیاین نگه دارید. بذار چند میگن دو سه بار چند بار بچرخونم، هر موقع کافی بود بگید. خیلی خوب. آها خب اینو لطفاً شما همینجا ثابت کنین. بله صفر 7 5 0 9 عدد آخر 0 باید در نظر گرفته باشه چون 1 در اومده لحاظ نمیشه. بریم ببینیم برنده خوش شانس امشب ما از کدوم شهر این کشور پهناوره. 10 میلیون تومان جایزه ایدی ما رو امشب میگیره. خب شمارش رو برای من بخونین لطفاً. 0-918-31-28 مبارکتون باشه. ایدی مسابقه شوتبال برای شما برنده خوششانس امشب ما. بیننده های عزیزی هم که دارید برنامه ما رو میبینین شاید برنده خوششانس بعدی ما در ایام نوروز شما باشین.
ستاره 3 ستاره 100 مربع رو شماره گیری کنید با مسابقه ویدیویی اپ سر حال شو. ما هر شب تا پایان تعطیلات نوروز قرعه کشی میکنیم و هر شب 10 میلیون تومان جایزه میدیم، ایدی میدیم. ایشالله برنده بعدی ما یکی از شما بیننده های عزیز باشین. بریم ادامه برنامه. بفرمایید. من و فوریا اینجا وظیفه داریم که به نمایندگی از همکاران عزیزمون تسلیت بگیم. فوت خشایار الوند عزیز رو امسال به حال میگن نو اید، یه چیزی میگن به اسم نو اید. هم خانواده الوند عزیز نو اید دارن، هم خانواده آقای انتظامی که استاد عزت‌الله انتظامی رو هم در سال 97 از دست دادیم. انشالله که روحشون شاد باشه، انشالله که از اون دنیا که جاشون حتما جای بهتری است از ما، هوای ما و هوای سینما ایران داشته باشن. سر سفره هفت سینتون یادتون نره همه درگذشته ها رو برای شادی روحشون و آمرزش روحشون دعا کنید لطفا. رسیدیم به مرحله آخر از مسابقه امشب. یه جمع امتیازها رو تا اینجا ببینیم. آقا نبینیم. آقا کامبی 215 تا 3 تا ستاره، آقا پوریا 40 تا 1 ستاره. ما قبل اینکه این مسابقه رو شروع کنیم یه مهمون ویژه داریم. یک لحظه میخوام با تشویق حضار دعوتش کنیم بیاد اینجا چند دقیقه در خدمتش باشیم. رکورددار روپایی جهان. این که منم. بفرمایید. بسری خوبی؟ آقا حالی شما چطوره؟ آقا خیلی خوش اومدید. اسمش چیه؟ یه لحظه اینجا خودتون رو معرفی، میکروفون رو لطف میکنیم بدین. میکروفون خیلی خوب. آقا بفهم خودتون رو معرفی کنید، از رکورد و اینا هم صحبت کنید. به نام خدا منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین حضار محترم و همچنین بینندگان عزیز که دارن برنامه ما رو تماشا میکنن. آقا پوریا و آقا کامبیز نه؟ ما حضار محترم. من حاطف ایدی بندی هستم، رکورد اروپایی جهان که در سال 92 تونستم پلای برج میلاد رو به صورت برعکس طی کنم. 1864 تا پله بوده. بعد در سال 93 رکورد 36 ساعت جهانی رو بزنم. رکورد 36 ساعت که هر یک ساعت 5 دقیقه استراحت داشت، قانون جهانیش بود. 36 ساعت نزنه تا سال 90. بعد سال 94 هم رکورد 30 متر رو در 8 ثانیه تونستم طی کنم. بارکالله. بعد تمام رکورداتون توی گینس ثبت شده. مورد تایید داورای گینس، مورد تاییدشون قرار گرفته ولی هنوز ثبت نشده، فقط اون رکورد 36 ساعت ثبت شده. الان پس شما یه دونه رکورد ثبت شده در گینس دارید. بله. به افتخارشون. یه روپایی ناز برای ما ایدی مردم بزنید ببینیم چیکار میکنید. اونی که قولشو دادی فکر کن برات داداشای خودت داری میزنی. اشتباه نزنی فقط داداش. اشتباه داداش نزنی فقط سال تحویله. باری کلا خیلی کلا سختیه. توپش فرق داره با اینکه ما میزنیم. آره مثل اون دارت هست مو بزمان تست بود. اینا گاز اوزان داره، ایش هم پایین نمیاد. باید بری زیرش بگم. آفرین گاز اوزان میتونی. آفرین مثل بازکنک بچه ها، مثل اونا که چرکی گفتن هست. Thank you.
بگیرم. آره مداد بدید. مداد محکم بدید. ولی میخوام زایم این شد مداد رو نیفته. چه کار عجیبی آقا. خیلی خیلی خوش اومدید. پیشا پیش عیدتونم مبارک. اگه گفتگوی خدافظی می‌خوایم با بیننده‌های ما داشته باشیم ما بریم مسابقه رو. امیدوارم تا این لحظه از برنامه مورد تاییدتون قرار گرفته باشه و لذت کافی رو برده باشید. خیلی ممنون از تشویقاتون. بارک الله. خیلی خیلی ممنون. خیلی بفرمایید خواهش می‌کنم. آفرین. با کامبیز و پوریا داشتیم صحبت می‌کردیم موقعی که دوست عزیزمون داشت این کارا رو می‌کرد. من و پوریا و کامبیز به این نتیجه رسیده بودیم که توش گاز اوزونه. بخاطر اینکه اصلا نمیافتاد جاذبه مگه میشه باز وجود... که ولش کنه. آره مگه میشه جاذبه وجود نداشت. دمت گرم. یه بار دیگه به افتخارش. عرق کردن. آره بابا فوتبال از بالاسی. آره نادخ بود. عجیب غریب بود. خب رسیدیم به مرحله آخر. 5 تا توپ شما دارین. 5 تا توپ پوریا جون شما. یکی در میون میزنین. دو تا لاستیک بالا موج بود ما رو برد. ما قصدمون بود که دو تا لاستیک بالا جان ببخشید. آقا شما چرا تلفن ما هم نمیزنید صحبت کنید؟ نه اتفاقات درون مسابقه ایه. دو تا لاستیک بالا اینم یه در میونه. بله بله 20 تا دو تا لاستیک وسط 10 تا سه تا لاستیک پایین 5 تا 5 20 تا 100 تا. شروع با آقا پوریا. آخرین مسابقه ای که شروع کردین 200 تا جلوی حال تو شروع کن. باشه دوست من میذارم. اوتیچین شما شروع کردین؟ بله بله اینو بله. شما باید شروع کنید. بله. چون فوتبال لاستیک شما شروع کردن دو نفره بود. شما تمومش با تشویق شما با زادو بگیری الان زادو بگیرم بذارم جلو آینه بازم باختم. نه دیگه میشه 280 داداش تو رو فهمیدم. ماشاءالله این نداره؟ قشنگ زدی ولی واقعا خوشگل بود. آه میرفتی قبول میدی؟ بله بله باریکالا باریکالا آقا به یاد سامان قدوس چقدر خوشگل جام جهانی. ای بابا همش هم تو بیسته میخوایم بزنیم یه بدم وسط یاد بگیم. سومی ضربه. آره اون بیسته نمیره وای نمیسته اوکی ماشاءالله. این قبوله دیگه درسته؟ نه پس چی؟ باید بمونه. آقا نگفتین یه بار دیگه بزنه. نگفتین یه بار دیگه بزنه من قبول دارم. باید بمونه. من هم الان چیپ میزنم. چیپ بزنم. آره خب اونم که نموند که اونم که نموند. نه این برگشت بیرون میلش پشته. آقا بذار یه بار دیگه برزده. خب دیگه ولی چیپم بعد نبود. چیپم در این خود ساعت نبود. همه میگن چیپ بزن ولی من چیپ بلد نیستم. خیلی ریسته. باریکلا عجب بد شانسی هستی تو دیگه. احوالی کرد سخت‌ترین ضربه ها رو خوشگل زد نمون. همیشه خر باقالی یه دونه جواب داد. همیشه خر باقالی نمیاره. آخری پوریا رفت تو آقا. این به تلافی اون آفیزه
و تمام. آقا هیچ کی اندازه من تو این مسابقات هیچ نیاورده بودا. نه این مسابقه سختیه. خیلی هیچ آوردن. نه کلن هیچ کی اندازه من تو این دوره مسابقات هیچ نیاورده. ولی نه این چرا 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 این آیتم سختیه. چرا؟ اتفاقا حالا این شاید بر من نمیدونم. آره آخه خیلی خوشگل میزدی. آره دیگه بکنم بدشانسی. بدشانسیه. بریم بخش مسابقه جذاب تماشاچی های عزیزمون. بله آقا کامبیز، آقا پوریا محبت میکنید اینا رو خوب آره خوب قاطی کنین. برو بریم بفهم چیکار باید بکنم. برو بریم. خب یه کارت شما. نه حالا چطوریش کار کنیم؟ آره یه کارت بیاریم بیرون. یکی رو بکش دیگه. یه دونه ها هر کدوم. خب یه دونه هم شما بالایی هرشی. همین بالاییه. خیلی خب میشه نشون بدین ببینیم 154 کیه؟ بفرمایید. شانسی شد دیگه. چجوری آخه بچه رفت شد. خب اون یکی شهر دادیه. احوال شما چطوره؟ خیلی مبارکشن. چطوری؟ عدد شما چنده؟ 103. 103. آه بالاخره اومد. این رفیق تو بود. 154 کارتتون بود. رفیق تو بود. یه بار منو تشویق نکرد. 154 پیشتون باشه. 103 کارتتون. 103 کارتتون بده. بله پیشتون باشه. این کارتا رو به من بدید دیدی با خدمت شما. بفرمایید. اینا رو بچه‌ها مسابقه بدین شما با هم. همین مسابقه رو. آها اینو. بله بله. خودتون رو همه رو معرفی کنید. یه تبریک عید به بیننده‌ها اینجا. اینجا یه. جایزه‌اش مسابقه است؟ بله بله. بفرمایید. چه جایزه‌ای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آها داره. بله بله. حسین یاری هستم. تبریک میگم عید سال 98. خیلی ممنون. از کجا تشریف آوردین؟ از تهران. از تهران. به 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 افتخارش. آقا خدمت شما. به نام خدا افشین واعظی هستم از تهران. خیلی خیلی خوش اومدین. 5 تا توپ شما دارین، 5 تا توپ شما. همین قانونی که برای بچه ها توضیح دادم برای شما هم هست. کدوم هم باشیم که اولی شما شروع میکنین؟ پشتش آها پشتش میکنین. خب خیلی خوب بچه ها دیدی من چی کار کردم که کارو نکنی. ولی حالا این منده خدا قلق هم نگرفتن البته. ولی اون چیپه خود راحت تر بود. اسپرسو بزن. برو بزن ببینم چیکار میکنی. خب میزنه بلد کار ها داداش. بفهم ضربه محکم نزن. خیلی خوب. مثل اونی که پوریا میزنه میاد. بفهم ماشاءالله اولیه شما هیچی. شما جلوتر هم میتونی بیاد تا این خطه میتونی بیاد تا جلو قیفه میتونی بری. آفرین. واسه تو بود قشنگ. وایسه 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 برو ماشاءالله. آها نه ضربشو کم کن. یکی دوتای اول غیره قصد دوبامین ضربه شما. نه ضربه کم کن. همون آره همون که زدی و همون گلا رو بگید کمترش مثلا. بچه ها یه لحظه بفهم. سومین ضربه دیگه این خیلی کمش کردیم. ببین به نظر من بیا این کارو بکنیم. یکم بچینش اینجا یکم داخلش بده شاید بهتر بره. نه بلند داشته میدونی چی میگم؟ این اون ده امتیازی که من زدم البته خیلی شانسیه. آره راست میگه. خیلی شانسیه. خیلی شانسیه. خب سومین ضربه رو براشون بده. چندمین ضربه شماست؟ سومی. بفهم. آفرین. کار کلا. خب بازی خیلی بهتره. چهارمین ضربه. سخته خیلی عادی. اونجا میشینی فکر می‌کنی مثلا آره، آره. ای بابا بزن. اینه دیگه بگی. نه. کار کلا. مشکل بود دیگه. مشکل ضربه. خیلی سخته. پنجمین ضربه شما. نه پنجمین. ولی اهمه بدتر فوتبال دستیه بود. چرا به این سرات مستقیم نبود توپه؟ یه لحظه به من ویدیو چک بگی چهارمین ضربه شونه؟ بله بفهم. اول کی شروع؟ آره اولیشون شروع کرد. آفرین آفرین. بازو داره دست بزنه.
اگه با تو پا میزنی بزن به نظرم. زنده باشی. ماشاءالله. آها! عین تو شد. چون دوباره میتونم گفتم. یه ذره مونده. حسین ببینم چیکار میکنی آخریو. ببینم یه ذره مونده بود. آفرین حسین. آی حسین، خیلی خوب. دو تا تک ضربه، دو تا مساوی شدن. نمیشه. نمیشه. به خاطر اینکه بازی تعطیل نوره. بفهمید اینجا. خب جایزه نقدی از طرف اسپانسر برنامه به جفتشون میشه. پایان برنامه در خدمتتون هستیم. بفهمید. اینو دوستان بیان بگیرن برای اینکه تبدیل به دو تاش کنن. بفهمید. خیلی خوب. حسن باشی. بریم برگردیم و تمام. و تمام. بریم جمع امتیازها رو ببینیم. آقای کامبیز دیرباز 4 تا ستاره 225 امتیاز، آقای پوریا پورسرخ 40 امتیاز و 1 ستاره. چه قشنگ وایسادم آقا. اصلا یه ستاره حالش قشنگ‌تره. خیلی خوشگل. 4 تا ستاره رو آدم قدرش نمیدونه ولی یه ستاره اینو معاونه کرد. حالا یه لحظه امتیاز ستاره رو من سینم هم میزنه شینم هم میزنه من آوردم فقط الف و ب خوب. آره بعد آوردم ما رو مجری. جمع امتیازا رو باز بله 345 کامبیز 70 پوریا. آقا چرا 70 شد؟ امتیاز ستاره است امتیاز دیگه 30 و 40 شما شد 70. کامبیز جان پوریا جون دمتون گرم که دعوت منو قبول کردین اومدین. میدونم شب عیده و خیلی سرتون شلوغه ولی خیلی حال دادین به ما که اومدین اینجا. اگه حرف پایانی دارین با بیننده ها خواهش می‌کنم. من اولا که خسته نباشید به پوریا میگم یه اول مسابقه واقعیتش آره نه خیلی همین میخوام بگم اولش ما گفتیم که گفتم پوریا بیا چیز کنیم یه خود تفریح کنیم خیلی جدی نگیریم آیتما رو مساوی بریم جلو. گفت باشه و واقعا هم نیتمون همین بود صادقانه بگم ولی انقدر هیجان انگیز بود آیتماتون که اصلا نفهمیدیم خودمون که مخصوصا تو فوتبال دستی اینا که چی شد و این حرفا. به هر حال ممنون که اجازه دادید که با هم دیگه رقابت کنیم. ممنون از شما و خسته نباشید به تیمتون. الهی تو 98 هیچ پدری شرمنده سفره زن و بچه‌اش نشه. آمین. پوریا جون حرف پایانی. منم به نوبه خودم مجدد عید بهتون تبریک میگم. منم از کامبیز ممنونم از امیرحسین که این فرصت رو فراهم کرد امشب کلی خندیدیم. خیلی به تبریک میگم و منم مثل کامبیز و همه ایرانی‌ها دعا میکنم که مردم و کشورمون به اون چیزی که لیاقتشونه برسن امسال انشالله. کامبیز جون کمترین به رسم یاد بود به شما. خیلی ممنون. من یادم رفت از این تماشاگرام تشکر کنم که اینقدر باحال تشویق کردیم ما رو. آره آره تشویق چی بود؟ ایسلندی. ایسلندی آره. جون فدات فدات بشم. خیلی 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 ممنون که ما رو انتخاب کردین ما رو تماشا کردین. ما از 25 اسفند ویژه برنامه‌مون رو شروع کردیم تا پایان تعطیلات نوروز. ما هر شب رأس ساعت 20 از شبکه نسیم در خدمتتون هستیم و دیگه ببینید دیگه چه مهمونای درجه یکی داریم میاریم.
یکی از یکی دیگه باحالتر، یکی از یکی دیگه درجه یکتر. ما هر شب قرعه کشی میکنیم، هر شب یک برنده خوش شانس 10 میلیونی انتخاب میشه. شما هم اگر میخواین شانس خودتون رو انتخاب کنین، فقط کافیه کد ستاره 3 ستاره 100 مربع رو شماره گیری کنید، با اپ سر حال شو سر حال شین 10 میلیون جایزه ببرید. ایدی مسابقه شوتگال به شما، حالشو ببرید. عیدتون مبارک، عاشقتونم، شب بخیر، بفرمایید.